به نام خداوند یکی بود و یکی نبود که غیر از او هیچ کس نیست و نبود. خانم ها، آقایان، خوش آمدید به محاکاتی دیگر. ریشه ها همیشه دستمایه قصه ها و فیلم ها بودن. آدم هایی که ریشه هاشون رو در جایی که دارن زندگی میکنن محکمتر میکنن، آدم هایی که ریشه هاشون رو بر میدارن به جای دیگری میرن، و آدم هایی که ریشه هاشون رو در جایی که متعلق به اونها نیستش قوی تر میکنن و میدونن. امشب درباره یکی از این حکایت ها صحبت خواهیم کرد، حکایتی جذاب، شنیدنی، از کسانی که ریشه هاشون رو حفظ کردند. در حضور بینندگانمون که به خاطر همگیری کرونا از طریق فضای مجازی با اونها هستیم و نمیتونیم در استودیو اونها رو داشته باشیم، و همینطور کارشناسان همیشگی برنامه، خانم فلورا سام، فیلمنامه نویس، کارگردان و بازیگر، آقای امیر شهاب رضویان، فیلمنامه نویس و کارگردان، و آقای رسول نجفیان، بازیگر، استاد و یکی از دوست داشتنی ترین شخصیت هایی که همه ما میشناسیم. به افتخار همگی. اما مثل هر شب یک شخصیت فرهنگی، هنری یا اجتماعی میهمان ما هستش که به عنوان کارشناس میهمان در برنامه امشب شنونده قصه و حکایتی که طرح میکنیم باشه. خانم آقایان، با افتخار یک بازیگر دوست داشتنی، خانم روشنک عجمیان. خیلی خیلی خوش اومدید، عیدتون مبارک. ما چون فاصلمون حفظ شده میتونید شما ماسکتون رو بردارید. بله، خیلی هم ممنون. سلام به شما، به داوران عزیزتون و تماشاچیاتون و همچنین همه همکاران. خیلی هم خوشحالم که الان اینجا هستم. البته دوستان رو ما به عنوان داور نمیشناسیم، کارشناسانی هستن که به قصه ها گوش میدن. بله. و در نهایت اونها رو ارزیابی میکنن. بله. چون فکر کردیم که نمیشه داوری کرد که روایت زندگی چه کسی از چه کسی بهتره. شاید در نوع گفتار بشه این ارزش گذاری رو کرد، ولی به هر حال ما میخوایم بدونیم که کدوم یکی از این قصه ها بیشتر به درد سینما، تئاتر، تلویزیون یا ادبیات میخوره. نسبت خود شما با قصه چگونه است؟ من اگر بخوام بگم که شنونده خیلی خوبی هستم برای قصه. خودتون چی، قصه گو نیستین؟ خودم قصه گو در حد این که برای دخترم فقط قصه بگم. آها. و فکر میکنم به اندازه تمام عمرم براش قصه گفتم در این اندازه، ولی در حوزه ادبیات خب شاید کمتر علاقه من به رمان خوندن باشم. چی میخونید؟ آره، من خب نمایشنامه سعی میکنم خیلی بخونم و بیشتر مباحث روانشناسی رو خب خیلی علاقه من هستم و خیلی مطالعاتم در این زمینه است و اتفاقا زندگی نامه. بسیار خوب، چه عالی. پس مطمئنم که امشب خیلی خوش خواهد گذشت بهتون از شنیدن حکایتی که تعریف شد. اگر که موافق هستین بریم و سر جای خودمون. بله حتما، خیلی متشکرم. خیلی ممنون. وقتتون بخیر، ما در محاکات با شما هستیم در این طرف استودیو همراه مهمانانمون. اما پیش از اون که مهمانان رو معرفی بکنیم، من یه توضیحی بدم برای دوستانی که تازه به محاکات پیوستن و همینطور خانم روشنک عجمیان، که بگم شیوه روایت چجوری هستش. اصلا شما بگین خانم سام براشون. بله، چشم. ایوا گفتم که متوجه میشم. اینجوری اصلا حواسشون کلش همینه خانم عجمیان، یعنی کلا نمیذارن حرف بزنیم. نمیذارن ما حرف بزنیم، اما ما حرفمون رو میزنیم. برنامه اسم نام برنامه محاکات، مهمانانی که میان حق دارن که در 2 تا 10 دقیقه داستان زندگیشون رو تعریف کنن، و ما، یعنی منده، ایشون که
الان زنگ زدن و آقای نجفیان و امروز جناب آقای رضویان. ما میتونیم فقط یک بار این زنگ رو بزنیم، اونم به شرطی که تازه شرط داره، اونم به شرطی که یه سوالی داشته باشیم که دیگه خیلی حیاتی باشه و اینو، ما میتونیم یه بار این زنگ رو بزنیم. اما آقای ضابطیان هر موقع دلشون خواست زنگ میزنن، هر موقع دلشون خواست حرف مهمان یا ما رو قطع میکنن و ما همچنان در تعجب این سوال بی جوابیم که واقعا چرا؟ دیگه ما فقط یه بار میتونیم این زنگو بزنیم، مهمانان هم میتونن تو 2 تا 10 دقیقه قصهشون رو تعریف کنن، آقای ضابطیان هم هرکار دلش خواست میکنن. و به اضافه ببخشید و به اضافه که اونجا که ما مجبوریم از سوال دیگه داریم حالت خفگی به ما دست داده و سوال رو باید بکنیم، این زنگو میزنیم، اما آخر سر میتونیم هر سوالی که داشته باشیم براحتی. در پایان هر 10 دقیقه شما میتونید هر پرسشی که دارید از دوستان بدون محدودیت زمانی بپرسید، اما در طول اون 10 دقیقه همطور که خانم سام فرمودن، اگر که سوال ضروری که فکر میکنید که در پیشبرد قصه میتونه کمک بکنه داشته باشین، میتونید زنگ و فشار بدین، زمانشون در واقع نگه داشته میشه که بتونن توضیح بدن به شما و بعد دوباره زمانشون راه میندازن. من هم همینو گفتم، خیلی هم قشنگتر گفتین اصلا. با احترام به شما خیلی قشنگتر. شما دیگه توضیح من یه توضیح اضافه بدم در پایان هم، رسول جان حتما از فردوسی یا مولانا یک موضوعی مطرح میکنه که ما خیلی استفاده میکنیم. خیلی هم عالی. خوشبختانه سرکار خانم عجمیان سالها با هم همکار بودیم، سعادت داشتیم در خدمت شما و چه سعادتی تو این برنامه میبینم. چه عالی. چقدر خوب. اون برگه‌ای هم که شما از تو اون پاکت بیرون کشیدین، بعد انتهای برنامه بیاریدش بیرون و ارزیابی بکنید. الان در نیارم. نه حالا دوست دارید حالا که دیگه درست. خواستم یه ذره کنجکاوی کنم. خیلی خوب. آماده هستیم. خیلی ممنون. بله. اجازه میفرمایید. اجازه هست. میهمانان امروز ما یک زوج دوست داشتنی شیرین که من فکر میکنم که حتی اگه حرفم نزدن همجور دوربین روشون ثابت بمونه و نشونشون بدیم، انقدر تصویرشون لذت بخش و دوست داشتنیه که بال ببین قصه شون چه خواهد شد. آقای محمد رهگشای و خانم میریام گوتس، یک زوج خوشبخت. خیلی خوش آمدید. و چقدر هم به هم میان. نه؟ بله، هر دو هزار ماشاءالله، هر دو شاداب و خوشحال و چقدر خوبه که امشب اینجا هستید. خب ما دوست داریم که قصه زندگی شما رو بشنویم. هر لحظه‌ای که فکر کردید که زمانیه که میخواید شروع بکنید به من بفرمایید که زمانتون رو راه بندازید. کی شروع کنه؟ ظاهراً شما کی شروع میکنه؟ شما خود دون عقب قصه دارین. نوبت شما نه. بسیار عالی گفتید. خواهش می‌کنم. به هر حال خواهش می‌کنم زمان راه بندازم. بفرمایید. بله بله. بفرمایید. البته این قصه های ما کار 10 دقیقه و یه روز و یه شب و اینا نیستش. نمی‌دونم حالا از کجاش میتونیم شروع بکنیم. و به هر حال بنده از یک دهی به اسم باد در قدیم و بعداً یک رودی هم بهش اضافه کردن که الان اسمش بادرود هستش. البته در بادرود گرچه ندارد هیچ رود، ما گفتیم چشمه های عشق دارد در وجود. به هر حال آمدیم به تهران و دانشگاه تهران و بعد از اتمام دانشگاه تهران چی خوندین؟ من زمین شناسی در دانشگاه تهران و در همون سالهای دهه 50، دقیقاً سال 54 که تموم کردیم دانشگاه رو، یه مرتبه هوسی به سرمون زد و البته قبلا در موردش خیلی فکر کرده بودم. چی بود اون هوس؟ که بریم دنیا رو هم ببینیم. اصلا زمین شناسی رو به خاطر این من انتخاب کرده بودم که بیش از اون هیته به حساب اطراف خودمون رو بریم و یه سری تقاضا نوشتیم واسه دانشگاه‌های مختلف به خصوص کشورهای انگلیسی زبون، ولی خب اون موقع زبان رایج تو دانشگاه اینا انگلیسی بود، یه کمی در حد به حساب رفع حاجت. و یک نامه هم نوشتیم، یک دوستی داشت میره فرانسه و گفتیم که چا گفتش من گفتیم حالا که میری این عریضه ما هم آره ببر به یه دانشگاه یه جایی بده، حالا که لباس تنت نیه آره. نم بخرسه آره اونجا رو نامه هم دادیم
برعکس اولین جوابی که اومد و خیلی سریع از همون دانشگاه فرانسه در استراسبورگ شهر ایشون بله این دانشگاهی و خیلی نامه فدایت شما خیلی تعجب که چی شد داستان اینو خلاصه برای ادامه همون رشته رفت بله بله ادامه بسید. همون رشته و خلاصه خیلی سریع رفتیم ناصر خسرو مقداری فرانک خریدیم و 12000 تومان دادیم 12000 فرانک گرفتیم و گذاشتیم جیبمون رو چه سالی؟ 54 و رفتیم نه زبانی نه اطلاعی از جایی نه هیچ چیز فرانسه اصلا نمیدونست به هیچ وجه الفباشو من نمیدونستم اصلا متفاوت هست و دانشگاهتون هم فرانسوی زبان بله اونجا فرانسه فرانسوی هم یه چیزی داره تعصبی دارن بله حتما فقط فرانسه حالا ما رفتیم البته من زودتر میبایستی میرفتم وگرنه میموندم میبایستی میرفتم سربازی این بودش که منتظر اولین پذیرشی بودیم که بزنیم خلاصه رفت و سراغ به سراغ آدرس به آدرس خلاصه رسیدیم به دانشگاه و به همون انسیتو دانشکده رفتیم و دیدیم استقبال عجیبی و یک استادی شروع کرد با ما به فرانسه صحبت کردن که ما هیچ گم نشدیم چجوری نشدیم که ما نمیدیم گفتیم که آره انگلیسی خواب شکسته پکسته کمی دیدی که گفتش که ترکی شروع کرد صحبت کردن ترکی هم من بلد نبودم آنجوری عربی شروع کرد صحبت کرد ولی هیچکی بادرودی بلد نبود نه همین عربی یه مقداری من لغت عرب من زیاد میدونستم در بادرود هیچ امکانی دیگه نبود همسایه‌ای داشتیم زبان‌دان عربیدان بود در واقع مرحوم حائری و اونجا ما می‌رفتیم کتابای عربیشو به خصوص یک کتابی اونجا نمیدونم بچه‌هایی که احتمالاً دوست دارن عربی یاد بگیرن میتونن به اسم نصاب الصبیان حتما فکر می‌کنم سراغش رفتیم این کتاب به شعر هستش شعر به حساب لغات عربی رو به فارسی تمام نزدیک 2000 تا لغت عربی به فارسی شما میتونین یاد بگیرین به شعر اگر شعر دوست دارین البته از اعداد گرفته از نمیدونم بذارین زمانتون رو قطع کنم یه بار دیگه اسم کتاب رو میفرمایید نصاب الصبیان نصاب و صبیان نصاب و صبیان صبیان یعنی بچه بله بچه نصاب هم کرده شعر اندیکو من الهندی جمیل القد و الشکلی اصلا چیز بسیار جالبی هستش آره اینا تمام مثلا تمام بهور به حساب شعر فارسی و عربی و اینا رو درش میبینید مثلا فرض بفرمایید اعداد رو میخواین یاد بگیرین تو همین هستش دیگه احد یک و عشرت ده می اصد اسنان دو سلاس و خمس سه و پنج اربه است چهار ولیک سته و سبه سمانیه تسعه شیش است و هفت و دیگر هشت و نو چه الف هزار همینجوری میره شما هرچی میخواین اون شعرش اگر یادتون بیاد سفرجل آبی و سیب تفاح و رمان نار انار و اینه خلاصه بله چون به شعر زود آدم یاد بله به شعر من نزدیک 2000 تا لغت عرب میدونم البته حرف زدن نمیدونستم ولی لغت عرب رو میدونستم دیگه اونجا دیدیم اون استاد اونجا فرانسوی هستش ولی به همه زبونی داره صحبت میکنه و اینه خلاصه یه چیزایی حالی هم نه زمانتون را انداخت بله مرسی اینا اضافی دادین به زبان آره به هر حال ما اونجا دستور داد به یکی از حساب اسیستاناش رو ما رو بردن و یه اتاق تشکیلات و یه سری تز رو اونجا گذاشت و روی میز و اینجا مال شما و چیکار بکنیم؟ حالا چی بود؟ داستانی بود که اون خیلی خوشحال بود که یک دانشجوی ایرانی رو الان داره به دلیل اینکه در اون دهه 50 ما یا 70 میلادی وسط یک تئوری در زمین شناسی داشت به حساب نضج میگرفت و پیشنهاد میشد برای تئوری یک تئوری انقلابی دقیقاً همزمان با انقلاب ما یک انقلابی هم در زمین شناسی انجام شده که چی بودش میشد. اون تئوری اون تئوری اسمش تکتونیک صفحه‌ای هستش اگه یه خطیشو برامون بگین یه خطی این هستش که الان شما اینجا نشستین بله دارین حرکت میکنین حدود 15-20 سانتی متر در سال الان دارین بدون اینکه حرکت احساس بکنین یعنی پوسته زمین داره حرکت میکنه دائم در بعضی جاها خیلی تا 20-30-40 سانتی متر
کمتر به بیشتر داره حرکت میکنه. این بهش میگن پلیت تکتونیک یا تکتونیک صفحه‌ای داشت اون موقع. خب ارتباطش با ایران چی بود؟ ارتباطش با این تمام به حساب مستندات این تئوری رو، بیشترین مستنداتش رو در کشورهای شرق مدیترانه که شامل ترکیه، یونان، عرض کنم که قبرس، سوریه، به خصوص ایران، سوریه، ایران، عمان تا هیمالایا، اینها به حساب، چرا؟ بس اینکه جایگاه یک اوقیا، اسم اون دپارتمانی که من رفتم ضمناً یه مرتبه واسه من یک اسمش بود در جستجوی اقیانوس گم شده. نمی‌فهمیدم یعنی چی اینا. بعدها متوجه شدیم که اینجا در اسم این کشورهایی که بردم، اینها جایگاه یک اقیانوسی به اسم تتیس هست، اسمش شنیدین، بوده که بسته شده. در زمان بسته شدن یه مقدار از به حساب اون واحدهای سنگی زمین شناسی که مال اعماق زمین هستش، 30-40-50 کیلومتری عمق، اینا اومده بالا که الان ما داریم فراوان در ایران و در کشورهای همین کشورهایی که اسم بردم. استاد من شاگرد از کشورهای مختلف دیگه ای داشت، از ایران نداشت، و این نامه‌ای که از ایران واسش میره، این انگار که بله میگه که همینه که من میخوام. اونجا فقط درس خوندین در فرانسه یا کار دیگه هم میکردین؟ مشقم نوشتیم و کار میکردیم. خلاصه اونجا رفتیم شروع کردیم و اینا، تا یکی از سالها، یکی دو سال بعدش که به حساب، البته ما رو بردن توی همین کشور به همراه اون گروه به حساب استادم اینا در ترکیه، در یونان، و داستانهای خیلی جالبی اونجا اتفاق افتاد که، و یکی از اون سالها در جشن دانشجویی به حساب آخر سال میلادی به حساب دانشگاه، یک ساختمانی مخصوص همین کار بود، ساختمان‌های عظیمی در استراسبورگ اونجا، نمیدونم حتما اطلاع دارین، اونجا آلمان‌ها قدیم بودن و بعد از جنگ جهانی اول ساختمان‌های عجیبی ساختن. چه اتفاقی افتاد در اونجا؟ ماژینو و اینا. رفتیم اونجا، خلاصه جشن دانشجویی و جشن آخر سال نشسته بودیم با یکی از دوستان مرحوم دکتر رحیمی که فیزیسیانی بودش که اولین کسی که تزی در مورد فیزیک هسته‌ای نوشت و اینا، و هم که، و عرض کنم که مرحوم شدن پارسال، فیزیک سراهای ایران و ایشون. چه اتفاقی افتاد اونجا؟ نشسته بودیم سر میز، یه مرتبه دیدیم یک خانم بسیار شیک و زیبا و اینا وارد شد و بالای سر میز ما یک نگاه عجیب و غریبی به ما و شخص شما، آره، پالتوشو در آورد. سرد بود، کریسمس بود دیگه، زمستانه. گفتش که من پالتو میتونم اینجا بذارم پیش شما چند دقیقه، برم یه قهوه بگیرم، و پالتو رو گذاشت و رفت قهوه گرفت و آمد و دیگه شد که الان کشیده شده تا به اینجا. نمیدونم ما وقت داریم یا یک دقیقه وقت داریم. خانم شما هم یک دقیقه رو بگین. واقعا پالتوتون از قصد اونجا آویزون کردید؟ پالتو رو گذاشتم از اولی که بلند بود، سبز رنگ بود، یادم میاد دقیقاً اولی که. خیلی سلام میرسونم دیگه به همه بینندگان این برنامه مکان دیگه. خیلی تشکر میکنم از اینکه دعوتتون کردید. من وقتتون رو نگه میدارم، سلام علیکتون رو بکنین که باشه. این 50 ثانیه ماجراتون رو بگید. این 50 ثانیه در واقع ما اون شب که جشن کریسمس بود دیگه، خب خیلی شلوغ بود دیگه، شاید 1000 نفر دیگه اونجا بودن. خب جایی فقط تکون خوردن نبود دیگه، اومدم دیگه پالتوم یه جا بزنم دیگه، به قول خودشون الان سبز رنگ مثل که دیگه شگون داشته. چشمام که به همسرم دیگه رو موقعم بود افتاد، اصلا عشق به نگاه اول در واقع، اون موقع هم نگاه اول بودن و اصلا یک دنیای دیگه، یه دفعه انگار جلقه دیگه بود، یه چیزای مطمئن بودم که این همینه، این نصف دوم من همینه که من میخوام دیگه حتما باش یه زندگی بکنیم. الان وارد یک دنیا، یک داستانی، یک حکایتی، یک داستانی واقعا که الان 43 سال دیگه خدمت داره و هنوز هر روز دیگه این داستان ادامه داره. مرسی. خب چه روایت شیرینی، به چه جاهای خوبی رسید. خیلی بله، 43 سال دیگه فعلا دیگه میزنیم به تخته. من میزنم جا بزنیم.
ماجرا زیاد داشتیم ولی خب به هر حال دیگه همون موقع هم اگر خوشتیپ بودن آقای کارگوشا؟ فکر کنم خوشگلتر بودم جوانتر بالاخره یه 43 سال جوانتر بودم نه ماشاءالله آخه بعضی ها هرچقدر سنشون میره بالاتر مثل فرش کاشان دیگه خواب از چی بیشتر پا بخوره مردای سیبیلو همیشه خوشتیپ بله بله بالاخره ما یه پارتی داریم اونجا یا هم سیبیل داریم اونجا ما خوشتیپ شما نفهمیدین وکیل زوجی هستی خب پالتو کجاست الان؟ پالتو دیگه بخشیدیم دیگه حالا میبایستیم نگهش داریم اون موقع که من موزدار میشم اگر نه نگهش میداشتیم اگر نه نگهش میداشتم البته هنوز نقش و نگارش و اون رنگ و اینا کاملا تو ذهنمون هست پالتو وسیله است عشقیه که مونده نه فکر کنم رنگش دیگه حالا یواش یواش دیگه به این نتیجه رسیدم که اگر که یه رنگ دیگه بود شاید این برخورد پیش نمی اومد دیگه من مدتی بود رنگ سبز من مادرم سیده رنگ سبز ندیده بودم این بود که یه مرتبه اصلا یک دنیایی واسه ما تداعی شد خانم سام سوالی دارین شما نه چون قصه به نظرم تازه شروع شد و فکر میکنم اجازه بدیم قصه رو بگن تا بتونیم ازشون سوالی داشته باشیم باشه آقای نظر بیان به جان تو بگم زبان فرانسه بلدم باز میگی یه چیزم یاد گرفتی مگه کسی از شما پرسید زبان فرانسه بلدین که میخوان بگین زبان فرانسه بلد صحبت کنم منم بلد بونسوار je suis content de votre visite merci beaucoup nous avoir invité merci beaucoup de d'avoir la patience d'écouter notre histoire bien j'ai étudié le français dans l'école sous la direction de l'alliance L'Alliance française. Avant de révolution. فرانسه نگن سلام بلد نیست مرسی بلد نیستیم شکست نفسی میکنن خیلی قشنگ با لهجه بود آقا با لهجه مگه میشه با اون سیویل مگه میشه آدم فرانسهش بلد باشه من اگه فرانسه نگم دق میکنم خب بگید خانم این شعری که من یه زمان به ما یاد میدم آلوه تو جانتی آلوه تو جی کپل موقع باید با آواز بخونین جی کپل موقع جی کپل موقع لاته جی کپل موقع Je me couperai la tête. Et la tête, il n'aime sergozesh de خروسیه. بله، و ببین ترجمه‌اش هم نه، حالا شما اینو بخونین. من میگم آقای رضایی ترجمه می‌کنه. مشکل نداره. یه زیر نویسم بعد برم. البته ایشون آهنگشو بهتر از شعرش یاد گرفته. بله، چون من هفت زبون میدونم فرانسه خیلی من هم حالا یکم با شما بادرودی صحبت می‌کنم. این ریشه هاست. آیا بخشا من خیلی مشکلات دارم اینجا یه مقدار حسادت میکنن به من دوستان و من واقعا اینجا مثل یک بچه یتیم اذیت میشم ممنونم شما حمایت میکنید از من امشب ایشون حمایت میکنم فردا شب چی فردا شب که نیست آقای رضایی فردا شب که نیست خدا بزرگه همین دو بیت رو بلدم نه معنیشو میتونم و غلط هم خوندم رسول جان من و تو متحد تاریخی هستیم حداقل همدانی هستیم ولش کن بله اصالت خب شما سوالی دارین آقای نجفیان من نه خانم نجفیان من خیلی دلنگران بودم که تایمشون کم بیاد چون فکر می‌کنم خیلی دیر وارد داستان شدن و فقط یه پیشنهاد دارم برای اینکه 10 دقیقه بعدی رو از دست دادن فکر کنم خیلی یه ذره باید مدیریت کنن درسته بله جزئیات و زمان بندی اون ماجرای اصلی بپردازیم حالا من چون وکیل بودم میام 10 دقیقه سعی میکنم دیگه که تو 10 دقیقه همه رو دیگه خلاصه مختصر و مفید دیگه بگم مادهاتی ها این نوسیون ساعت و اینا رو زمان ها به زمین شناس ها میدید یه روز دو روز یه دقیقه 10 دقیقه نداره میلیونی هم میلیارد سال من فکر کنم شما بهتر بتونید مدیریت کنید چون شما شروع کردین نه کاملا قصه شروع شد واحد زمان واسه در زمین شناسی واحد یک زمان یه میلیون ساله مثلا
بگیم. 65 میلیون به اضافه منهای 3 میلیون سال. نه دیدم مثلا زمین‌شناسا میگن این سنگ خیلی جوانه 3.5 میلیون سال بیشتر. 3.5 نداریم از زیر 20 میلیون مثلا. آخه زمین‌شناسی منم در حد فرانسه نشه. 3-4 میلیونی هنوز سنگ نشده. خیلی خامه. خب اگر اجازه بدید بریم بخش دوم قصهشون رو بشنویم، چون میدونم همه منتظرن که ببینن که چه اتفاقی افتاد بعد از اون شراره عشقی که شعله کشید و خلاصه به ما بگید که ماجرا چی شد. اگر اجازه بدید با خانم شروع کنیم. خواهش میکنم. بله بفرمایید. بفرمایید. در واقع داستان ما داستان 43 ساله که وارد دنیای عشق هستم. سالشو نگو زیاد. و سعی کردم که گام در فرهنگ ایران دیگه پا به پا بزنم، آموزش ببینم، بفهمم، مقایسه بکنم با فرهنگ خودمون، ببینم چی چقدر فرق میکنه. از زبان بگیم قبل از اینکه ادامه بدین من بپرسم کی ازدواج کردین؟ بلافاصله منجر به ازدواج شد؟ نه کمی بعد 3-4 سال بعد. و بعد تصمیم گرفتید که بیاید ایران؟ بله، حالا میخواستم من اینا رو بگیم شما به جای من میگید. بله نمیذارم که خب الان پس نمیدونم شما وقت من رو گرفتید. نه بفرم بعدا بهتون وقت میدید. باید دو برابر این وقت رو به ما بدید. خب نه داستانش همین بود که من وقتی که آشنا شدم، یعنی اون شب اولی دمش، تا امروز دیگه 43 سال دیگه زندگی با عشق دیگه گفت مت تو از نو چی گفتم مت تو یعنی حرف نزن ما از نو شروع میکنم دیگه الان چی نگو. خب اگه نه امتیاز منفی میگیری. خب می‌خواستم بگم که از اون شب که با ایشون دیگه واسه اولین بار دیگه دیدمش، واقعا فهمیدم که الان وارد دنیای جدیده، دنیای عشق. گام دیگه همجوری سست دیگه می‌خواستم بردارم، دیدم نه، هرچی هم که میرن جلوتر کنجکاوتر میشن، مخصوصا که از یک فرهنگ و از یک کشور دور دیگه ایران برای من یک اصلا یک چیزای ناشناخته، ولی در ضمن یه فیلینگ خیلی خوبی داشت، یه ظرف، یه یک چیزای خاصی دیگه، قصه حس خیلی خوبی داشت که منو میکشید به فرهنگش و به زبانش اول دیگه، چون که ما به هر حال اون موقع که فرانسه استراسبورگ دیگه اونجا زندگی میکردیم، خیلی ایرونی ها دیگه میامدن دیگه، حالا از همه قشرهای ایران دیگه، همه حالا آدم های خیلی مهمی بودن. ما میباسیم فارسی در حد آدبا و شاعرها که دیگه می آمدن خونمون دیگه بتونم جواب بدم، که خب فارسی خیلی آسونی نبود. یک کلمه مشترک ما فقط به فارس با فارسی داریم، او که میشه آب، این کافی نبود. با این دیگه نمیشد. یواش یواش بالاخره یه سری تصویرها، یه سری میخوام بگم که تا زمانی که ما فرانسه اول استراسبورگ زندگی کردیم، بعد رفتیم نیس جنوب فرانسه، 4 سال اونجا زندگی کردیم، من اونجا وکیل توی موناکو بودم، یک گنجینه سلاید دیگه تو ذهنم حفظ کرده بودم. مثلا فرض کنید مثلا راجع به موسیقی، من پدرم رپر ارکستر بود، وقتی که صحبت موسیقی، مثلا به موسیقی اصیل خودمون و کلاسیک خودمون اروپا عادت داشتم، اینکه هر چی که ساز دیگه بدون کلام موسیقی اینجوری برای من منو میکشید دیگه. مثلا فرض کنید مثل تار جلیل شهناز، یا نمیدونم ستار آقای عبادی، یا نیه آقا کسایی، ویولون، نه ویولون خیلی دوست داشتم، ویولون یاهقی برای من واقعا یه امضای خاصی داشته دیگه. چه میدونم بعدش تو زبان، تو ادبیات یواش یواش دیگه وارد یک دنیا عظیم شدی، مثلا یک گنجینه ادبیات عجیبی داری دیگه، که دلم میخواستم خودم وارد بشم، ولی با این یه ذره فارسی شکسته بگسته که کافی نبود دیگه. از همسرم مثلا یه شعر دیگه فارسی دیگه میخوند از حافظ، یک جمله که مثلا دو تا کلمه فهمیدم، می‌خواست توضیح بده، یه 10 دقیقه طول می‌کشید، بازم آخرش نفهمیدم. آخه بس شد که مثلا سعدی برای من خیلی راحت‌تر بود. یه چیزای خیلی بد زمینه داشتم که خب اینا رو هم به بچه خودمون، چون دو تا بچه داریم، دو قلو هم
بلاخره حساب دو تا فرنگ بسن باشم. دوست نداشتم که فقط توی حباب فرانسوی زندگی بکنم و از فرنگ هر دو کشورمون دیگه یاد بگیرن. من الان ایرانی هم شدم، افتخار دارم که 30 سال الان توی سرزمین ایران دارم زندگی میکنم. و حکیم میگی چرا انقدر افتخار میکنی؟ میگم خب من ایرانی هستم، اینجا یاد گرفتم همه چی، الان نمیگم همه چی ولی ذوب شدم تو فرنگ ایران دیگه. یعنی واقعا دوست دارم که این فرنگ بهتر خودم بشناسم که بتونم به بچهای خودم، هر روز بچهای خودم که خارج از کشور هستم تو فرانسه و تو کانادا خبر از موزه میدن، خبر از اتفاقاتی که اینجا اگر یه جشن روز خاصی دیگه باشه، اینا شریک زندگی فرهنگی ما تو ایران هستیم. ما یک خونه پدری همسرم تبدیل کردیم به یک موزه که در واقع یه جای خیلی خوبی بود برای گفتگو بود. من قصه این پیر مردا، این پیر زنا که دیگه می آمدن اونجا، خب پدر همسرم دیروز دیگه 22 سال بود که فوت شده بود، 100 سالش بود، قصه های لطیف همراه با زبان معلی، همراه با خاطرات زندگی این خونه دیگه برای ما تعریف می کردن. همه اینا رو می خواستم یه جورای حفظ بکنیم دیگه، که هم حفظ فرهنگ بود، حفظ ریشه این منطقه، که نه تنها برای خودم بلکه برای بچه های خودم و برای نسلهای جدید این منطقه که بتونن بدونن ایران دیگه همچین علکی نیست. خلاص که حاصلش شد اون سراموزه. بله الان به مرور زمان دیگه بعد از فوت پدر همسرم خونه شده، تبدیل کردیم به الان یه سری مجموعه دیگه جمع‌آوری کردیم. یه سری قصه های گفتگوی مادر بزرگار که مرتب دیگه الان به بهونه موسیقی زنده و شیرینی و چای دیگه پذیرایی مختصر مفید، یه کلمه خاطرات شیرین از گذشته دیگه گفتیم اینا باید نوشته بشه، اینا باید یه جور حفظ بشه دیگه. خب من زمانتون رو نگه میدارم. بله اگر که شما موافق باشین یک مستندی دوستان من از سراموزه شما تهیه کردند، اون رو با هم دیگه ببینیم که شما هم در فضای کار قرار بگیرید، ببینید وقتی دارن درباره این سراموزه زیبا صحبت میکنن در بادرود در واقع دارن درباره چی حرف میزنن. کدومش بود اگر اجازه میدید که ببینیم؟ الان ببینیم. خواهش میکنم. به به عالی. خب حالا بیا اینجا، من مثلا اینجا بگم که چی به چی هستش. این قرار بوده که همین آجر بشه، ولی به جای اینکه آجر بشه بپزه زیادی پخته آب شده. ها آب شده همجوری یواش یواش ریخته پایین. اینا بهش میگن سنگ جوش. نه این قپون اسمشه، قپون. یه ترازوی خیلی اینه که گاو، گوسفند، شتر اینا رو که می‌خواستن وزن بکنن با ترازو که نمیشد که. یه تنابه بزن زیر دلشون و سر چوب، دوتا چوب می‌ذاشتن بلندی، اینا می‌ذاشتن روش و اینو باش دیگه وزنش خیلی سنگین که بود اینا قپون بهش میگن. آره آره. خب بیاین اینجا. خب حالا میریم یه جایی که ببینین که این خونه ای که الان هست ها، یا اینجا بیاین اینجا، بیاین اینجا. خیلی خوب ببین اینجا، اون خونه هم خرابه شده بود مثل اینجا. ببینین اینم خونه خیلی خوشگلی بودش خیلی سال پیش، 70-80 سال پیش، 90 سال پیش، یه چیز خیلی خوشگل و شیک و اینا، مثل اون خونه اینا یکی بودن ها میمادن. آره حالا این مدتی دیگه همینجوری ولش کرده شده و ما هم نبودیم و اینا، دیگه به این روز افتاده که انشالله بایستی یواش یواش بیاین شما کمک بکنین که اینجا یه مقداری بهش سر و سامون بدین، بشه مثل اون طرف ادامه یه موزه بشه دیگه. اینا سرداب، اونا هم دوتاش میگن زیره. اینا دیگه قدیم تابستون که میشد هوا خیلی گرم میشد میرفتن، آره از ظهر به بعد دیگه تا ساعت 4-5 میرفتن توی این سرداب. اینا کوره داره، دوتا بادگیر داره بالاش و دیگه هوای خنک و خیلی خوب اینجا تا غروب که هوا خنک میشد میمادن برون. وقت کوزه های آب، کوزه ها رو پر آب میکردن، کوزه های گلی بود و توی همین راپله ها کنار اینجا میذاشتن آب خنک میشد، چون هوای داخل اینجا همیشه هوای ثابت، زمستون و تابستون هوای یکسان داره.
بیاید بریم اتاق درویش. خب بچه ها اینجا اتاق درویش، بیاید. بابا جون سیروس و ندا وقتی که فوت شدن دیگه 102 سالش بود دیگه. خب از ما قبل از اینکه فوت بکنه از حاجی چون بچه بزرگش بود قول گرفته بود که این خونه درش بسته نشه. بعد از من که عروسش بودم، از عروس اولین عروسش بودم، گفتش که مریم جان تو، من میدونم، من به تو بسپرم این خونه از بین نمیره. خلاصه ما دیگه با اینکه بابا جون خیلی دوست داشتیم، من همسرم خیلی دوست دارم، گفتیم خیلی خوب وقتی که فوت شد تصمیم گرفتیم که این دغدغه که میزدن، دیدی قبلا که زنگ برقی نبود دیگه، خب دغدغه میزدم همه دیگه میامدن، اصلا در همیشه باز بوده دیگه. خب تصمیم گرفتیم که همینجوری باشه و شما جوونا که دیگه آقای نجفیان دیگه مقصد بعدی مشخص شد دیگه. اگر آكی. به محض اینکه کرونا بره ما میریم بادرود و سرامونده با ماسک اگر میایی دور رایت میکنیم پروتکل میراث فرنگی هیچ اشکال نداره. همین الان تشکر بعد از الان چه بزنیم برمه عید مشخص امشب یا گوش در خدمتون باشه یه نون و ماسک به قول خودتون در خدمت شما باشه. وکیلی که داره در موناکو کار میکنه طبیعتا خیلی موفقه، خیلی داره درآمدزایی میکنه، چطور همه چیز رو رها میکنه میاد ایران؟ این خارج از دست کار میکنی؟ منظورم این بود که من چون اتفاقا به خاطر مشغولیت شغلی که داشتم وقتی به اندازه کافی نداشتم که به بچه هم برسم. عذاب وجدان گرفته بودن که هر آخر هفته اولین کاری مون بود که مثلا یه خود قانه بشم میرفتیم یه مغازه اسباب فروشی، اسباب بازی فروشی، هر چی بچه‌ها دلشون خواسته دیگه می‌خریدن. حالا می‌بردیمشون حالا پارکی، زو، نمی‌دونم یه جایی، ولی می‌گفتم این نمیشه، این کافی نیست دیگه که هر شب من بچه‌ها بیان دیگه. حالا تازه مثلا مد کودک و بعدن کلاس تا کلاس اول که رفتن دیدم این زندگی نمیشه، بچه ها که لازم نیست جامعه بزرگشون کنه، من میخوام بزرگشون بکنم. و مخصوصا که میخواستیم تو دو تا طبیعت، تو دو تا حباب، یکی ایرانی یکی فرانسوی، یه مقدار یه چیزایی دیگه که از بچگی آدم باید یاد بگیره دیگه به اونا دیگه تعلیم بدیم دیگه. و اینا الان قسمت فرانسوی الان یه بیبی سیتر یا مد کودک، ولی این چیزی نبود که من خاطرات بچگی خودم چون خیلی شیرینه میخواستم اونام یه مقدار شریک این خاطرات باشن، شریک خاطرات پدر بزرگ باباشون، خود باباشون، که یک چیزی باشه، یک کاسه داخته ازاش میخوام بگم باشه. ولی چون من فارسی که میخواستم یاد بگیرم اول با زبان مثل خیلی دیگه فکرم دیگه یک دنیا زبان، یک قطار دیگه زبان مثل داری دیگه. و این به عنوان این مادر فکر میکردم که اگر که من این کار انجام نمیدم بدن جبران پذیر نیست، یعنی بل. این یه گپی داریم، یه زمانی داریم که بل. بچه اینجور میتونه بیامرز، میتونه یاد بگیره، بدن دیگه خارج از زمان. برای برگشت آقای دکتر مخالفتی نمیکردن؟ موافق بودن با شما که برگردیم؟ در واقع من بیشتر فشار آوردم که چون یه سفر آمده بودم ایران و می دیدم که خب به شرطی که خونه از خودمون باشه و مجبور نباشیم دیگه مثلا خونه این و اون دیگه باشیم، گفتیم نه میشه. ما یه بریک مثلا سال 5 سال دبستان می‌خواستیم به خودمون بدیم که بچه‌ها اینجا دبستان برن، فارسی یاد بگیرن، بتونن برن بخونن، بشین چیز ایران رو ببینن، بالاخره فامیل همسرم دیگه بشناسن، پدر مادر بزرگشون در کنارشون بشینن، شوخی بکنن، دعوا بکنن، بالاخره زندگی که هیچ وقت دیگه بچه وقتی که 20 سالش میشه اون دیگه براش ارزشی نداره دیگه. خب خانواده ولی انقدر خوش گذشت. شما دوست داشتین بچه ها بیان با مادر بزرگ پدر بزرگ پدریشون در واقع معاشرت بله. خب اینا تا 6 سالشون بود دیگه با خانواده من زندگی کردن بله. به جز با پدرم چون قبل از اینکه بچه ها من به دنیا بیان دیگه حالا نوبت ریشه ها بود. حالا نوبت اون ریه قسمت دیگه، اون 50% دومش دیگه. ولی ما 5 سال آمده بودیم که اینجا میبینیم، بعد برگردیم دیدم نه خیلی هم بد نمیگذره، میتونیم اینجا بمونیم. و من فهم کردم بچه ها اینجا بزرگ میشن یه سری معیار زندگی خانوادگی مثل فرض کنید ارزش خانواده، نمیدونم احترام به بزرگترا، چیزی که تو اروپا به طور کل دیگه ولداشته شده بود. بچه دیگه حق، بچه رئیس بوده دیگه توی خانواده، بچه سالاری بود اینجا ولی به یه نوه دیگه که من اونو نمیپسندیدم دیگه. ولی اونجا بچه 6 ساله دیگه میتونست بگه من از پدر مادرم شکایت میکنم دیگه، به خاطر اینکه حالا یه فاس کتک خورده یا اینکه یه چیزی به ما داده که من دوست نداشتم بخورم، زور زدن دیگه. من اینجور چیزا نمیخواستم بچه ما یاد بگیرن، میخواستن که با خانواده
چیز باشن، یه پارت باشن، یعنی که مثلا حالا این اینجوری میگه اون اینجوری میگه. و موندیم من قبل از اینکه زمانتون رو راه بندازم، اگر شما موافق هستین قصه اون عروسک‌ها رو بپرسیم چیه الان اینجا هست؟ بله منم این جزء زمانتون نیست، بفرمایید. خب در واقع چون که می‌خواستیم، من فوکوس می‌کردم روی بچه‌ها، در واقع چون اول بچه خودم می‌خواستم دیگه این چیزا رو یاد بدم، خب یه جورایی می‌خواستم بیشتر دیگه مطالعه بکنم، بیشتر دیگه جستجو بکنم، بپرسم. یعنی از دهن یه خانم فرانسوی که میخواد به بچه ایرانی چیزی یاد بده نباید اشتباه بکنی دیگه. خب باید حتما اون وقت پشتیبانی مادر بزرگا و پدر بزرگا این منطقه، ریشسفیدای این منطقه رو بسم داشته باشم دیگه. اگر نه که کار فاجعه بود دیگه. یه خانم فرانسوی الان عروسک بازیش گرفته، میخواد به ما یه چیزایی دیگه بگه، میخواد عروسی که عروسک باربی رو دیگه ورداره دیگه. این داستان چیه؟ خلاصه از یه زاویه دیگه وارد داستان شدیم. فکر کردیم که بیاییم دیگه اول چند دفعه دیگه مادر بزرگا و پدر بزرگا رو دعوت کردیم. اونجور که گفتم به باونه که حالا بیان قصه بگن، بیان تعریف بکنن توی خونه چیکارا میکردن. یکی تعریف میکرد که مامانم اینجا نون میپخت. مثلا میشستیم با شوهر شما مثلا به ما شیرینی شکل دست میدادن، من برای پس کنین عاشورا تا سوا، یا مثلا این کارا میکردیم. اون یکی میگفت آره مادرم مثلا اینجا دیگه ماسبندی میکرد، کمک میکرد. هر کدومش بالاخره یه داستان، یه خاطرات لطیفی دیگه داشتن. بعد از این دیگه تونستیم 150 نفر اولین های بادرود دیگه با اسم و فامیل و شغل دیگه مشخص بکنیم دیگه. گفتیم خیلی خوب، که منسوخ شده دیگه، نیستش. آره. دیگه بشتر. بعد خیلی چیزایی که مثلا اونا تعریف میکردن بچه های امروزی حتی پدر مادرشون اصلا در جریان نبودن. فرض کنیم مثلا از ابزار کار دیگه، هر شغلی دیگه بگین، از اصطلاحات زبان معلی خودشون که تو هر شغل برخاره یه واجه خاص دیگه داشتن، هیچ اطلاعی دیگه رو نداشتن. این حیفه دیگه. الان اگر که ما اینا رو نمیایم اینا حفظ بکنیم، حیفه، از بین میره. چون این پدر مادر بزرگا میمیرن، کسی نیستم که بعدن بتونه اینا رو دیگه از خاطر به خاطر بیاره. بله. خلاصه یه پروژه تن عروسک ها رو در واقع. آره. الان یه پروژه، الان به اینجا کلسیدی 150 نفر. یه جمله اضافه بکنم، اونجا ضمن یک زبون خاص داره. یه حساب زبون فارسی پهلوی، فارسی میانه بهش میگن. اونجا یه زبونی هستش که ایشون اشاره میکنه که اونا اصطلاحات به حساب شغلای مختلف رو واقعا به زبون محلی داشت منسوخ میشد دیگه، شده بود دیگه. بله. حالا که این 150 نفر دیگه میشناختیم، پروژه تو ذهن من این بود که روایت تاریخ روایت بادرود به روایت تاریخ بادرود تاریخ بادرود به روایت عروسکا. تاریخ بادرود، درسته، تاریخ بادرود به روایت عروسکا. در واقع این بهترین رای برای این بچه‌ها دیگه، چون یه چیزی می‌خواستیم تعریف کنیم، حالت تئاتر بود یا حالت قصه‌گویی بود دیگه، که اینا میتونن عروسک‌ها رو لمس بکنن، مثلا بهشون قصه بگن. موقع که مادر بزرگار دیگه یا خانومای دیگه که این عروسک‌ها رو دیگه میدوزن، بچه‌ها رو میدعوت می‌کردیم، فکر می‌کردیم مادام تئاتر، برای اینکه مثلا مادر بزرگان اگر که مثلا نمیدوختن، کلی آواز می‌خوندن، شعر که مثلا خودشون بچه بودن، اینا دیگه انتقال می‌شد دیگه. یعنی این برای من یک زمان خیلی مهم بود، از لحاظ یه بار احساساتی خیلی زیادی داشت این داستان دیگه، و این غیر از این یه بار فرنگی هم بود دیگه. الان عروسک‌ها رو مادر بزرگ‌های بادرودی ساختن؟ مادر بزرگان خانومای محسن دیگه، که من همه چی تهیه میکنن. اینا یک دگمه و یه متر نخ تا الان نخریدن، تا الان یه سوزن نخریدم. فقط مدل عروسک‌ها، لباسشون، پوشششون باید مربوط به لباس اون منطقه باشه. با پارچه. بعد اینا قصه دارن هر کدومشون؟ بله، هر کدومشون یه قصه دارن دیگه. بله. ما یک کتاب می‌خوایم بنویسیم، الان شروع کردیم، که قصه‌های عکس مثلا از طرف دیگه داشته باشیم، که بعدن یه فیلم مثلا ما از یک آرشیو فیلم و عکس و از مراسم مختلف که گرفتیم، از این پیرمردا حالا یه دو سال دیگه ازشون دو تا سوال گرفتیم، جواب داد. خیلی ها مثلا هنوز شاید تصویر از این نواشون، تصویر از زنده اینجوری ندارن دیگه، ولی ما داریم دیگه. بسیار. خب من زمانتون رو راه بندازم. این منظورمه که اینا رو بعدن چیدیم تو این موزه. بله. که مردم دیگه میان میبینن، و این باعث شد که یک گفتگو، یک حالت
آشتی کردن در واقع نسلای جدید با نسلای قدیمی‌تر، چون که مادر بزرگا می‌بینن با بچه‌هاشون که میان خونه‌شون از صبح تا شب یا با تبلت یا موبایل دارن زندگی می‌کنن دیگه، ایشون هیچی هم سر در نمیارن از این داستان، هیچ ارتباط کرسی دور کرسی که دیگه ول داشتن دیگه، هیچ گفتگویی مثلا شبونه بود دیگه، میشستن یکی میگفت حالا حسن آقا چیکار کرده، زرا خانم چی آورده، نمیدونم امشب چی بخوریم، مثلا غذای محلی، زبان محلی، بچه اصلا براشون کسفشان بود که مثلا هم لباس محلی بپوشن هم زبان محلی یاد بگیرن. خلاصه این عروسک‌ها رو دیگه باعث شد که کل اینا رو دیگه ما دوباره زنده بکنیم و گفتیم که خب بیایم یه پله جلوتر، یه پله دیگه. الان من به عنوان وکیل فکر کردم که این منطقه دیگه مردم خارج از کشور بادرود کسی نمی‌شناخت. اولین باری که اینا رو فرستادیم خارج توی نوروز 94 که خب این چون جز به قصتونه اجازه بدین زمانتون را بندازم. باشه بفرمایید. ضمناً آقا شما خیلی دیگه ساکه، ما نیمه اول گفتیم که چرا آی دکتر نمیذارن خانومشون صحبت کنن، ولی نیمه دوم توپ تو زمین شما بود. دیگه چیکار کنیم دیگه، قصه ایشون جالب. چی بگم از این داستان عروسک الان نمیدونم. بله نه همون صحبت که داشتیم میفرمودین رو ادامه بدیم. خب این عروسک در واقع فکر کردیم که میتونیم به عنوان سفیران صلح و دوستی در کل دنیا بفرستیم که پیام صلح و دوستی از طریق این میتونستیم، چون اینا که جایی که فرستادیم من در ارتباط با مدیران موزه خیلی مهم دنیا بودم، سفرهای خیلی زیادی خارج از کشور رفتن، وارد چندین موزه معتبر دنیا با این برند سفیران صلح و دوستی. من میخواستم فقط بگم به دنیا که مردم ایران مردم مهربونی هستن، دلگرمیان، خونگرم دلگرم هم هستن. منظورمه که هیچ تعارفای اگر بذاریم کنار، آدم های خیلی خوشقلبی هستن دیگه و من خیلی این بچه خودشون رو قبول کردن دیگه، پذیرفتن دیگه. یک نوع وظیفه ای داشتم که ازشون یک حالا نه دفاعی ولی حمایت بکنم و از طریق این عروسک ها که دور دنیا میچرخن با ازینه شخصی خودمون و با این الان چند نفر الان مهم دنیا، چه سیاسی چه فرهنگی، این عروسک‌ها رو کیا دارن؟ خانم مکرو مثلا داره، یه چندین رئیسای موزه معتبر مثل موزه لوفر، مثل موزه پادشاه موناکو، موزه برانلی که بزرگترین موزه مردم شناسی اروپا هستش که مدیرش آمد تو موزه، چندین هنرمندای از هر لحاظی که دیگه ما بگیر، از استادای موسیقی که واقعا، چون من اینجا که آمدن تو ایران فکر میکردم که تمام این سلایدایی که داشتم تبدیل بکنم تو زندگی هر روز من و تبدیل به زندگی واقعی، یک نمونه داشتم تو ذهنم، یه چیزای اشاره کوچیک، یه جلقه که اون موقع برام خیلی جالب بود. آمدن ما تو ایران این یه فیلمی شد در واقع زندگی که گفتم یادته این چیزا، یه دفعه آقای استاد فلان دیگه آمده بود خونمون اینو گفته بود، مثلا الان میبینم که الان مثلا فرض کنیم مثلا موسیقیدان خیلی مهم دیگه میامدن کنسرت خارج از کشور میامدن دیگه، اینجا تو ایران این افتخار رو داشتم که با شاعر معروف دیگه تونستم دیگه ملاقات داشته باشم. بادرودی ها چی صداتون میکنن؟ مریم جون، بچه ها میگن خالد جون. آره. در واقع همه اینا بود که یک برنامه واسه یک بهتر شناسوندن فرهنگ ایران، حالا من خیلی کوچیک همه تون هستم، ولی از طریق یک مجله باعث شدم که با دوستای فرانسوی ما یک مجله بین المللی به اسم پاریس تهران را بندازیم که سال 2016 اولین شماره بود که این در کل دنیا دیگه فروخته میشه و از طریق این برنامه عروسک‌های دیگه شناسوندیم دیگه و فرهنگ ایران هر روز اینجور که من هر روز لمسشو میکنم اونو درست معرفی بکنیم، که متاسفانه مدیای خارج از کشور همیشه چیزی منفی دیگه. ممنون از شما چه به خاطر حضورتون چه به خاطر
تلاشی که برای معرفی فرهنگ ایران میکنید. حالا ببخشید گای این فارسی من شکسته به گسته گای دیگه. خیلی هم عالی بود. غارت میزنم به قول من. خیلی خوب. اصلا به شما مهلت ندادن دیگه آقای دکتر. دیگه چی دیگه ما اصلا اوت شدیم تو خونم همین جوریه. ببینید چی میکشن در روز. قبلا اون هم سیبیل من شاکی بودند. نمیدونم شاید مشکل سیبیل های ماست. نه ولی بدون حمایت ایشون غریب ایشون اون طرف غریبه من این طرف غریب افتادم دیگه. مثلا موزه تاسیس کردن و نمیدونم همه این کار که میخواستیم را بندازیم. ایده ما مشترکمون. حالا شاید در اجرا چون من وقتی که تصمیم میگم که یه کار بکنم نمیتونم مثل اونی. حالا ببینیم تا فردا باید همین الان شروع بشه. جادوی اون پالتوه بوده که هر کار شما تو این 43 سال خواستین کردین. کردیم. بله کردیم. خانم اسام. همینجور که گفتم من خیلی تشکر میکنم از شما که حالا در مورد فرهنگ ایران هرچند که شما بالاخره خودتون رو فرزند ایران هم میدونید که این کار رو انجام دارید. موسیقی رضوی خواهش میکنم. عروسک هایی که ساختید خیلی قشنگه، همش اسم داره اینا دیگه، به قصه هم داره. تو موزه اسم دارن و قصه دارن. بله میگم 150 تا عروسک تو 34 تا ماکت که هر کدوم از این ماکت ها یاداوری یه شغل یا یه مراسم. مثلا یه مراسم عاشورا داریم، شب یلدا داریم، چهارشنبه سوری داریم. میبینید عروسک ها که اونجا هستن اسم یه مادر بزرگ یا یه پدر بزرگ یه بچه که امروز باید 17-18 سالش باشه دیگه. و اینا در واقع واسه هر کدوم از این شخصیت ها یا پسرشون اگه خودشون زنده بودن دیگه، سعی کردیم که چند دقیقه گفتگوی با خودشون بگن که ما چیکار میکردیم، مثلا چجوری بود. داریم عکس داریم واسه بعضیا که پدرشون یعنی در واقع در حیات نبودن یعنی مرده بودن، بچه‌هاشون یا نواشون مثلا میامدن یه مقدار دیگه فیلم برداری خیلی کوتاه در واقع که اینو میخوایم یه روز جمع‌بندی بکنیم. یه سوال از آقای دکتر دادم. به هر حال شما زمین شناس هستید و شغلی یکم رسمی و جدی و دانشگاهی آکادمیک دارید، با مسئله عروسک سازی و این فانتزی های خانم مشکل نداشتید؟ عرض کنم که نه به اون شکل، چون تمام اینها مستمسکی بود برای اون در واقع هدف غایی ما و همونی که ایشون توضیح دادن، بازگشت به ریشه ها و آبیاری این ریشه ها، نه تنها مال خودمون هرچی بیشتر، مال خودمون و بچه هامون، بلکه همشهری هامون بچه هاشون و نواهاشون. خب شرایط رو میدونین دیگه، یه جهشی شده و یه حساب گپی آره ایجاد، به خصوص ما که من خودم که برگشتم بعد از این سالها و اینو متوجه شدم. شاید دادم اینایی که بودن از نزدیک چون به مرور انجام شده بود این مدت حس نمی کردن، ولی واسه من یه فاجعه تقریبا بودش دیگه. اون ده سابقم که حالا شهر شده بود حالا با تمام اون، ولی یه سری خصوصیات به حساب فرهنگیش رو دیگه به اون شکلی که داشت پیش می رفت بر نمی تابیدم بنده. و با توجه به این که به مقتضای شغلم یکی دو دور کره زمین چرخیدم دیگه توی مدتی که نبودم ایران و از همه جا باز برگشتم، یک بازی دارن همون بچه های به حساب ده سابق ما بهش میگفتن که برمیگردی سر اپه، یعنی یه جایی میری تا یه جایی باز برمیگردی. و من برگشته بودم اونجا و خب اون چیزایی که به نظرم میتونستیم راستی ریسش بکنیم تا اونجایی که امکان داره و بچه ها رو میدیدم که یک جورایی مثلا فرض بفرمایید اون زبون محلی، بچه ها تو خانواده دیگه صحبت نمیکردن، لباس های محلی رو به بچه ها نمیپوشوندن، یا یه سری چیزا بودم، کرسی منسوخ شده بود کلا، اینا تمام تقریبا عروسک بازی، عروسک ها همون باربی و بساطا شده بود، نمیدونم از این داستانا. و این عروسک جایگزین شدن. بله اینا چون معتقد هستیم واقعا در هر شرایطی ریشه ها رو محکم هرچی محکم بکنین برگردین و به ریشه ها بپردازین، شاخ و برگ به هر حال امید ثمر بیشتر هست. سوال آقای نجفیان برسه، فقط چون زمان برنامه خیلی کم مونده سوالا و پاسخ ها ممنون میشم کوتاه باشه. اینقدر موضوعشون مهمه که من به سرعت مطرح میکنم چون اجتناب ناپذیره وقتی که بحث فرهنگ و
ریشه ها به وجود میاد، باید این بحث ها بشه برای اینکه میلیونی بیننده ببینند این قضایی ها رو. عرضم به حضور شما که هانری کورپن که یکی از عزیزان، ایشون هم از فرانسه آمد، خیلی خدمت کرد به فرهنگ ما و ریشه یابی فرهنگ های ما. استعمار زمانی وارد میشه، بهترین راهش هم از روانشناسی یاد میگیره. در روانشناسی ما بیماری داریم به نام آلزایمر. حالا این آلزایمر یک بخشی از این بیماری هستش. قطع شما با حافظه هویتی گذشتت، بچت هم دیگه نمیشناسی، هیچی رو نمیشناسی. هر کس هم بیاد بهت همون لحظه به یک آلزایمری هرچی بدی همون لحظه میپذیره. استعمار میاد اینجوری وارد میشه، این ریشه رو قطع میکنه، یه ملت رو، این بلا رو سرش میاره و با زرق و برق‌های مختلف و زیبا کاری میکنه که بچه‌های ما برن اونور و اینا رو بد بدونن. من درود میفرستم به شما که این لطف کردید. من بی اختیار یاد امین‌الله حسین افتادم که او هم تارنوازی بود، سویت شهرزاد رو ساخت و یکی از زیباترین مینیاتورهای ایران رو ببخشید ساخت و یکی از زیباترین آثاریه که مونده. با اینکه تو فرانسه بود عشق می‌ورزید به فرهنگ خودش، در حالی که فرهنگ‌های ملت‌ها زمانی تجلی می‌کنه و جهانی میشه که هویت خودشون رو نشون بدن، نه اینکه بیان ادای اونا رو در بیارن. پروفسور بناگوتسی هم میگفتش که آقا ما خودمون انقدر هنرمند داریم، انقدر ادای ما رو در نیاریم. بعد یاد اون خانواده سعدی میفتم، اون ثروتمند با شعور و با فرهنگ فرانسوی که اومدن گل روز رو تقدیم کردن به مزار سعدی و از مزار سعدی گل محمدی رو بردن اونجا. من به شما درود میفرستم و امیدوارم که ما همه جا در تمام روستاهامون، شهرهامون به این ریشه ها بپیوندیم، ریشه قطع بشه، بدونیم درخت گردوی کهنسالی هم باشه قطع بشه. بله، سپاسگزارم. خانم عجمیان ببخشید، ما شما رو دعوت کردیم، اول مهمان همش خودمون صحبت کردیم. نه بابا، خواهش میکنم، من استفاده کردم. من اول از همه این رو به نظرم باید بگم، هرچند دوستان گفتن، خب من دوستان زیادی یا آدم های زیادی رو میشناسم که سالها در ایران زندگی میکنم ولی به این خوبی فارسی رو صحبت نمیکنن. قطعا فکر میکنم که دلایلش این هست که ایشون در حوزه ادبیات ایران تحقیقاتی داشتن و کلا علاقمند به این قضیه هستن و فارسی رو خیلی خوب صحبت میکنن نسبت به کسی که تو این سالها اینجا بوده و این واقعا فکر میکنم خیلی باعث افتخار هست و خیلی خوبه که در موردش باید حرف زد. چاشنی عشق رو فراموش نکنید خانم. کیو؟ چاشنی عشق. چاشنی عشق. آه بله، اینکه حتما همینطوره. و اینکه میخواستم یه سوال بپرسم، اگر یک عنوانی بخواین روی قصه زندگیتون بذارین، چه یه اسم بخواین بذارید روی قصه ای که از زندگیتون تعریف کردید؟ اسم چی بذاریم؟ من بگم یا ایشون بگم؟ هر کدوم. من فکر کنم همین قصه عشق بیشتر که ایشون باشه از اونور دنیا با این عشق و با این علاقه، بنده هم با این شرایط از اون دهات حاشیه کبیر باشو برو اون طرف و دور دنیا بچرخ و اینا، چیز دیگه فکر نمی کنم که همون عشقه شما که موافقه این اسمی؟ من فکر کردم که همین استرلاب اسرار خدا و این استرلابی بوده که منو شخصا رو میبینم ایشونم هدایت کرده و به اینجا رسیدیم ما دیگه. استرلاب اسرار خدا. زندگی ناممون میتونه مثلا در جستجو عشق باشه. بسیار. خیلی ممنون. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. سالیان سال همینقدر عاشق زندگی کنیم. مرسی. مرسی از شما. با دوستانم خداحافظی میکنیم، اما همکاران من برگاه ارزیابیشون رو بیرون میارن و نظرشون رو مینویسن. خانم عجمیان الان دیگه من یک چیزی فقط میخواستم به شما بگم که ما تمام این فعالیت در اول به عنوان مجموعه داران بودیم، بعد دیگه تبدیل شد به موزه داران که الان از سال 94 بهترین موزه خصوصی هستیم از طریق میراث فرهنگی و 4 سال دنبال هم دیگه بهترین موزه خصوصی در شاخص خلاقیت و نوآوری به خاطر فعالیت با بچه‌مون و این 3 سال آخر مثل موزه ملی که اونا یه بودجه عظیمی دارن، ما یه بودجه شخصی خودمون داریم، 3 نفر بیشتر موزه رو نمیگردونیم، توی بهترین شاخص به اسم معرفی، یعنی معرفی موزه چه داخل ایران چه خارج از کشور، بیشتر
ترویج فرهنگ و ادبیات و ما در این بله. ترویج سلم اضافه کردیم. بسیار درود بر شما. و امشب در محاکات قصه شنیدیم از ریشه ها که چطور در خاک میدوند و آدم ها رو در جای خودشون محکم تر میکنند. خانم سام، به نظر شما روایت این دوستان به درد فیلمنامه میخوره؟ جدا از این که واقعا خب توی روایتشون ما دیدیم که چطور عشق میتونه آدم ها رو کامل بکنه و حالا به ریشه ها فکر بکنیم اینها، من به نظرم میاد این داستان بیشتر به درد یک کار مستند داستانی میخوره، چون خب حالا لحظات دراماتیک یا لحظات هیجان انگیز یا اوج و فرود آنچنانی تعریف نشد، حتما داشته ولی تعریف نشد، اما در کنار اون قضیه هم باز میشه این رو به عنوان زمینه یک داستان در نظر گرفت و یک داستان خوب رو روش سوار کرد. آقای رضویان، به نظر من میتونه یه فیلم داستانی خوب باشه. بله. فیلم اگر برایش یه سری ماجرا تعریف بشه و در این زیر متن ماجرا باشه، فعالیتی که میکنه، ولی خود یکی دو تا ماجرا باشه که جاذبه های قصه گویی هم ایجاد کنه. بسیار. آقای نجفیان. بله، دو محتوای بسیار مهمه که باید هر نویسنده یا فیلمنامه نویس یا فیلمساز باید بهش توجه کنه. یکی، من از زبان حافظ میگم، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این سرچشمه شون. در مورد بحث هویت که بله، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد، و آخر نگران نشید، سه بیت بیشتر نیست، آخر غزل نمیخونم. بله، گوهر فرهنگ و باورهای خودمونو میگه، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. ایشالله که ما یه جوری نشیم که بریم از گمشدگان لب دریا سراغ دریاهای خودمونو بگیریم. مرسی. و حرف آخر با شما خانم روشن کجمیان. خواهش میکنم. من فکر میکنم که کاملا موافقم با خانم سام. من فکر میکنم که این کار میتونه یه کار مستند ساخته بشه ازش، و مستند هم من فکر می‌کنم می‌تونیم دو بخش تعریف کنیم، در مورد خانومی که خب علاقه من به ایران و فرهنگشه، که حالا با اون جذابیت‌هایی که برشورد تو زندگیش وجود داشت، لحاظ مکانی، لحاظ کاری، کنده میشه و میاد ایران، و اگر بخوایم دست نزنیم واقعا، یعنی همین سیر داستانی که برمون تعریف کردن که خب واقعا فراز و نشیبی نداشت، خیلی زیاد گره گشایی چیز خاصی الان ساختار به نظر من خیلی نمیشه دست کم آنچه که تعریف کردم. بله دقیقاً، اگر بخوایم خیلی دست نزنیم و بخواد یه کار داستانی باشه، فکر کنم اون بخشی که مربوط به سراموزشون هست و اتفاقاتی که داره اونجا رقم میخوره که خیلی کم بهش الان پرداختن، فکر کنم شاید اون بخشش رو بشه اصلا مجزا در موردش یه کار داستانی کرد. همین فکر کنم بیشتر فقط یه کار مستند باشه. متشکرم. خیلی ممنونم از شما خانم عجمیان، آقای نجفیان، آقای امیرشاه رضویان و خانم فلورا سام. از شما که از خیلی ساکت بودین و نمیخواین دست بزنین برای خودتون. و ما اینجا در استودیوی برنامه محاکات در کنار عروسک های زیبایی که از بادرود اومدن و ریشه های ما رو به همون یادآوری میکنن، تا محاکاتی دیگر، شب بخیر.